سلام، محمد حسین نجات هستم، دارای مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر سیستم های نرم افزاری به دوره آموزش پایگاه داده پیشرفته که برای فرادرس آماده شده خوش آمدید. ما این دوره رو خدمتتون آماده کردیم که مرجع درسیمون هم کتاب آقای پروفسور آبراهام سیلبرچاتس هست و مطالب مربوط به اون رو بر طبق فهرستبندی وزارت علوم که برای درس پایگاه داده پیشرفته در نظر گرفته آماده کرد. در فصل یکم در مورد تراکنش صحبت میکنیم. در این فصل ما با مفهوم تراکنش آشنا میشیم، با خواص تراکنش آشنا میشیم، حالات تراکنش، نمادگذاری تراکنش و کنترل نقطه نگهداشت رو یاد میگیریم که منظور از کنترل نقطه نگهداشت چی هست. اگه بخوایم در مورد مفهوم تراکنش صحبت بکنیم، تعریفی که براش وجود داره این هستش که یک برنامه‌ای هست تراکنش که به داده‌های ذخیره شده در پایگاه داده دسترسی داره و ممکن اونها رو تغییر بده. بنابراین برای اینکه یک تراکنش بتونه کار خودش رو انجام بده، باید در یک چارچوب و با یک سری شرایط خاص این کار رو انجام بده. زیرا تراکنش در یک سیستم اطلاعاتی یک مفهوم بسیار مهم است. برای اینکه تراکنش بتونه کار خودش رو در یک سیستم اطلاعاتی به درستی انجام بده و سیستم در حالت سازگار باقی بمونه و همه اطلاعاتش جامعیت داشته باشن، باید یک سری شرایط و چارچوب‌های خاصی رو براش در نظر بگیره. این شرایط در بخش ویژگی‌های تراکنش اومده. مثلا ما میدونیم که یک تراکنش یک برنامه است یا قسمتی از یک برنامه است که یک سری کارهای خاصی رو قراره با داده‌های پایگاه دادهمون انجام بده. مثلا قراره که یک مقداری رو یک شیء پایگاه داده رو بگیره، مقدارش رو، و در یک متغیری بریزه، یا مثلا قراره که یک مقداری رو به مقدار موجود در شیء پایگاه داده اضافه یا کم بکنه. در یک تراکنش باید بگین و اند یا آغاز و پایانش مشخص باشه و در حالت سوم همین هستش که تراکنش باید یا کامل اجرا بشه یا اصلا اجرا نشه. اصطلاحی که براش وجود داره اینه که همه یا هیچ، یا میتونیم بگیم که یا باید کامیت بشه یا ابورت بشه. انجام حداقل یک عمل تغییر دهنده در پایگاه داده رو داشته باشه. ما نگرانیمون از اجرای یک تراکنش زمانی هستش که بخواد داده‌های اون سیستم اطلاعاتی نوشته بشه، و از زمانی که نوشتن یا بروز رسانی اطلاعات شروع میشه، نگرانی از بین رفتن سازگاری سیستم و از بین رفتن جامعیت اطلاعاتی به وجود میاد. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این تراکنش باعث بشه که سیستم اطلاعاتی از یک وضعیت سازگار به یک وضعیت سازگار دیگه بره. و علاوه بر این، یک تراکنش ممکنه دستور ساده یا مجموعی از دستورات ساده باشن که جلوتر ما با دستورات تراکنش آشنا خواهیم شد. چارچوبی که باید تراکنش در اون کار خودش رو انجام بده باید دارای خواص اسید باشه. خواص اسید رو من اینجا در قالب 4 مورد آوردم که ما هم توی پایگاه داده مقدماتی و هم توی پایگاه داده پیشرفته به این موارد نیاز داریم. این خواص شامل اتمیسی یا تجزیه ناپذیری هست. اتمیسی یا تجزیه ناپذیری یعنی اینکه تراکنش یا کامل اجرا میشه یا اصلا اجرا نمیشه. یعنی همون مفهوم همه یا هیچ رو توش داریم. منظور از هیچ این نیستش که بگیم سیستم اصلا اقدام به اجرای تراکنش نمیکنه، بلکه منظور اینه که اگر در حین انجام یک تراکنشی یه مشکلی به وجود بیاد و سبب بشه که اون تراکنش اجراش متوقف بشه، باید تراکنش رو ما اجرا نشده در نظر بگیریم و باید این تراکنش کارهایی که تا حالا انجام داد ملغا بشه. این میشه مفهوم تجزیه ناپذیر. مفهوم دیگه سازگاری یا کانسیستنسی هست. منظور از سازگاری اینه که ما هر کاری که داریم انجام میدیم، هر تراکنشی، هر کاری که داره توی اون سیستم اطلاعاتی انجام میده،
وظیفش این هستش که سیستم از یک ساختار سازگار به یک وضعیت سازگار دیگه منتقل بشه. مفهوم بعدی مفهوم ایزولیشن یا انفراد هست. ایزولیشن یعنی اینکه تراکنش هایی که دارن به صورت همروند کارشون رو انجام میدن، نتیجه اجرای یک تراکنش نباید روی تراکنش دیگه تأثیر بذاره. مثلا یک تراکنش کارش رو داره انجام میده و تراکنش دیگه هم داره کار دیگه رو انجام میده و اینا دارن با یک داده یکسانی کار میکنن. اگر اون تراکنش T1 مثلا یک تغییر رو ایجاد کرد اما نتونست کامیت بکنه، نتونست کارش رو به اتمام برسونه، نباید این تغییراتی که ایجاد کرده بر روی تراکنش دیگه تاثیرگذار باشه. مفهوم دیگه مفهوم دوام یا دیوربلیتی هست. دیوربلیتی یعنی اینکه زمانی که یک سیستم پایگاه داده تراکنشی داره که اون تراکنش یا تراکنش‌هاش در وضعیت تثبیت یا کمیت قرار دارند و این اطلاعات در یک دیسک سختی وجود داره، نباید این اطلاعات و این وضعیت تغییر بکنه و باید از این وضعیت نگهداری بشه. حالات تراکنش یعنی اینکه ما از زمانی که یک تراکنش بیگین یا شروع رو انجام میده، حالت‌های مختلفی براش به وجود میاد. حالا این حالت‌ها میتونن حالت اکتیو یا فعال باشه، پارشالی کمیتد یا تثبیت ناقص باشه، فیلد یا نقص باشه، کمیتد یا تثبیت شده باشه و ابورتد یا ترد شده باشه. که اینجا حالات تراکنش رو مشاهده میکنید. ابتدا شروع انجام میشه و تراکنش دستورات خودش رو خط به خط اجرا میکنه و زمانی که دستوراتش رو انجام داد و به پایان رسید، به وضعیت پارشالی کمیتد یا تثبیت ناقص میرسه. در این وضعیت هنوز تراکنش نتونسته وضعیت خودش رو به دیسک سخت منتقل بکنه و عملیات دیسک سخت کامل انجام میشه. زمانی که کمیتد انجام میشه و دستور کمیت صادر میشه و اطلاعات در دیسک سخت ذخیره میشن، دیگه توی وضعیت تثبیت شده قرار میگیره و اصطلاحاً میگیم که یک تراکنش باعث شده که سیستم بانک اطلاعاتی از یک وضعیت تثبیت شده و از یک وضعیت سازگار به یک وضعیت سازگار دیگه منتقل بشه. اما در حین انجام دستورات تراکنش ممکنه که یک مشکلی به وجود بیاد و سیستم دچار نقص بشه یا فیل بشه. زمانی که سیستم دچار نقص شد، دستور ابورت انجام میشه و سیستم رول بک میکنه به وضعیت قبل از شروع اون تراکنش. حالا این ابورت ها ممکنه در زمان اجرای دستورات باشه یا ممکنه تا قبل از ذخیره شدن نتیجه تراکنش در دیسک سخت میشه. از وضعیت فیلد ما به وضعیت ابورتد میریم و در وضعیت ابورتد یعنی اون تراکنش رو ملغا در نظر میگیره، انگار این تراکنش اصلا اجرا نشد. اما مفهوم دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم مفهوم نقطه نگهداشت است. توی مفهوم نقطه نگهداشت یعنی اینکه ما یک نقطه‌ای رو به عنوان چک پوینت در نظر بگیریم و بگیم که تا این نقطه سیستم در وضعیت سازگار قرار داره و حالا تراکنش ها کاراشون رو انجام بدن تا ما به نقطه سازگار بعدی برسیم. پس دنبال این هستیم به کمک نقطه نگهداشت یا چک پوینت که همیشه بانک اطلاعاتیمون در وضعیت سازگار باشه و اگر هم به هر دلیلی یک تراکنش نتونست تثبیت بشه، برگرده به اون نقطه سازگار قبلی. اما اگر یک وضعیت تثبیت میشه، کمیت میشه، باعث میشه که نقطه نگهداشت تغییر بکنه و نقطه نگهداشت میره توی اون جایی که اون تراکنش کارش رو به اتمام رسوند و اگر تراکنش های دیگه حالا به هر دلیلی نتونستن کمیت بشن، تثبیت بشن، دیگه از این بعد برمیگردن به نقطه سازگار قبلی و یا بهتر بگیم که برمیگردن به آخرین نقطه سازگار یا همون نقطه نگهداشت یا همون چک پوینت. وضعیت تثبیت شده هم همونطوری که عرض کردم یعنی نقطه قرارگیری بانک اطلاعاتی در یک وضعیت سازگار که در اون وضعیت سازگار تمام تراکنش ها تا اونجا
تثبیت شدم و کلید شد. آخرین مفهومی که برای فصل‌های بعدی مورد نیاز هست نمادگذاری تراکنش است که ما یک سری نمادها رو در نظر گرفتیم در قالب یک جدول. اولین مفهوم کلمه تی هست که مفهوم همون تراکنش یا ترانزکشن هست. بیگین رو داریم، اند رو داریم، مشاهده میکنید یعنی شروع یک تراکنش و پایان یک تراکنش. R و W رید و رایت هستن، خواندن و نوشتن. R A کلن وقتی A و B ما میاریم مفهوم یک شیء بانک اطلاعاتیمون هست و زمانی که X و Y میاریم منظور متغیر X و Y هست. خب R A یعنی این که یک شیء از بانک اطلاعاتی رو میخونیم. رایت A یا W A یعنی این که یک شیء از بانک اطلاعاتی رو میخوایم روش بنویسیم. read A و X مفهوم این استش که ما شیء بانک اطلاعاتی رو اومدیم خوندیم و مقدارش رو توی متغیر X برای خودمون ذخیره کردیم. و write X و A یعنی این که ما مقدار متغیر X رو میخوایم به شیء بانک اطلاعاتی A منتقل بکنیم. دوتا مفهوم دیگه به نام کمیت و ابورت هم داریم. کمیت یعنی تثبیت شده به اون وضعیت و پایان تراکنش است و ابورت هم یعنی اینکه ترد شده یک تراکنش و پایان تراکنش است. با فصل دوم آموزش پایگاه‌داده پیشرفته در خدمتون هستم. ما در این فصل به مفاهیم تئوری توالی‌پذیری خواهیم پرداخت. مواردی که در این فصل بهشون خواهیم پرداخت شامل معرفی زمانبندی تراکنش، تداخل کنترل نشده، زمانبندی توالی پذیر، انواع زمانبندی توالی پذیر و آزمون توالی پذیری هست. در ابتدا در مورد زمانبندی متوالی، زمانبندی همروند و تعریف هر کدوم از اونها خواهیم پرداخت. زمانبندی متوالی منظور این هستش که ما اگر چند تا تراکنش داشته باشیم و بخوایم اونها رو زمانبندی بکنیم، بگیم که اول یکی از این تراکنش ها اجرا بشه زمانی که این تراکنش تموم شد، بعد پشتبند اون تراکنش بعدی شروع بشه کارش رو انجام بده، وقتی که تراکنش بعدی کارش رو تموم کرد تراکنش سوم بیاد کارش رو شروع بکنه و این به شکل متوالی و سری و پشت سر هم اینها کارشون رو انجام بده. اما توی زمانبندی همروند به این صورت نیست. ما توی زمانبندی همروند میگیم که اگر چند تراکنش داریم این تراکنش ها با همدیگه توارد یا اینترلیوینگ داشته باشن، یعنی یه بخشی از تراکنش اول انجام بشه، بعد یه بخشی از تراکنش سوم انجام بشه، یه بخشی از تراکنش دوم انجام بشه و تراکنش ها به صورت یک باره اجرا نشن و قسمتی از دستورات یک از تراکنش ها انجام بشه، بعد یه قسمت دیگه از یک تراکنش دیگه انجام بشه. این رو بهش میگیم زمانبندی همروند یا کانکارنت اسکیجول. برای این حالت ها ما مثلا اگر زمانی که چند تا پردازنده داشته باشیم، خب بهتره که از زمانبندی همروند استفاده بکنیم و هر کدوم از دستورات رو به یک پردازنده بگیم و این پردازنده ها بتونن به صورت موازی با هم دیگه اجرا بشن و این دستورات رو اجرا بکنن و توی زمان پاسخدهی تاثیرگذار خواهد بود، زمان کمتری رو در نظر میگیره. اما زمانی که ما خیلی استفاده از زمانبندی همروند برامون اهمیت پیدا میکنه، ما مواقعی هستش که مثلا یکی از تراکنش ها زمان پاسخ بیشتری رو نیاز داره نسبت به یک تراکنش دیگه. مثلا فرض کنیم که یک تراکنش نیاز به زمان طولانی داره برای اجرا و زمانبندی دوم باید منتظر باشه که این زمانبندی طولانی کارش تموم بشه، بعد بیاد این زمانبندی خودش رو شروع بکنه. در چنین شرایطی خب بهتر هستش که هم روان انجام بشن، دستوراتشون تیکه تیکه بشه و چند تا تراکنش با هم دیگه دستوراتشون اینترلیو بشه و یکی در میون اینها بتونن کارشون رو انجام بدن. از طرف دیگه توی زمانبندی هم روان اگر ما سرعت همه حافظه هامون یکی نبود، مثلا بعضی از حافظه هامون کند بودن بعضی دیگه سریع بودن، توی زمانبندی همروند و استفاده از زمانبندی همروند کمک میکنه که برای کاربر نهایی این به نظر برسه که همه حافظه های ما یک حالت یکسانی رو دارن، از سرعت یکسانی رو دارن و یک ساختار شفاف تری رو از نظر زمان پاسخ به کاربر نهایی القا میکنه. از سمت دیگه
ما زمانی میتونیم از زمانبندی همروند استفاده بکنیم و زمانبندی همروند رو نسبت به زمانبندی متوالی در اولویت قرار بدیم که استفاده از زمانبندی همروند باعث عملکرد نامناسب نشه، نتیجه اشتباه رو ایجاد نکنه و از طرف دیگه استفاده از زمانبندی همروند باعث افت کارایی در اجرای اون تراکنش ها نشه. به عنوان مثال فرض کنیم که ما یک سری دستورات داریم مربوط به چند تا تراکنش هستن و بخوایم اینها رو اجرا کنیم. در حالت سریال خب مشاهده میکنیم که این دستورات به ترتیب دارن اجرا میشه. اما اگر بخوایم در حالت هم روند رو در نظر بگیریم، فرض کنید که مثلا این WD1 و 5 و RD2 با هم دیگه دارن اجرا میشن و این یک حالت هم روند رو داره نسبت به این. یعنی در زمان T2 ما دو تا دستور رو همزمان آوردیم اجرا کردیم و این باعث شده که نتیجه این اجرای همروندی باعث شده که نتیجه این دستورات در زمان کمتری انجام بشه. این در سه تا زمان این کار انجام میشه، در صورتی که در نتیجه سریال کردن اینها در چهار زمان یا در چهار واحد زمانی اجرا میشه و این نشون میده که زمانبندی همروند خب مسلماً کارای بالاتری داره. اما مشکلات تداخل کنترل نشده. زمانی که ما بخوایم از زمانبندی همروند استفاده بکنیم و این زمانبندی رو تحت کنترل نداشته باشیم، باعث میشه که ما یه سری مشکلات رو داشته باشیم. مثلا خواندن تکرار نشدنی یا unrepeatable read یا به هنگام سازی موقت یا temporary update یا تحلیل ناسازگار inconsistent analysis و نتیجه از دست رفته یا last update رو داشته باشیم که تک تک اینها رو با یک مثال من خدمتتون توضیح خواهم داد. توی مشکل نتیجه از دست رفته یا last update یک مثال رو ببینید. دو تا تراکنش داریم که دارن هم روند اجرا میشن. یعنی چی؟ یعنی نمیایم بگیم که اول T1 انجام بشه بعد T2، بلکه یک اینترلیو، یک تداخلی بینشون به صورت یکی درمیون در نظر میگیریم و یک قسمتی از دستورات در یک زمان انجام میشه، یک قسمت دیگه از دستورات در یک زمان دیگه انجام میشه. مثلا توی T1 گفتیم که خواندن دی انجام بشه و توی T2 گفتیم که خواندن دی انجام میشه. چون که ما خواندن رو داریم، خب اینا دارن جفتشون میخونن و مشکلی نداریم. از طرف دیگه توی T3 گفتیم که نوشتن روی دی انجام میشه. حالا که میخواد نوشتن روی دی انجام بشه، تراکنش T2 گفته منم میخوام روی دی نوشتن رو انجام بدم. اما زمانی که میخواد این نوشتن رو روی دی انجام بده، قبلا اومده دی رو خونده و این دی رو داره، در نتیجه این رو ممکنه در نظر نگیره و مثلا اگر اینجا خونده باشیم یک چیزی رو و یک عملیات انجام شده باشه و این مقدار دی اگر 500 باشه اینجا به 1000 تغییر کرده باشه، اینجا همون مقدار 500 که خونده رو در نظر میگیره و روی اون 500 قرار نوشته بشه و در نتیجه ما یک نوشتن رو از دست دادیم و این نوشتن WD که توی زمان T3 انجام شده رو از دست دادیم. این میشه مشکل نتیجه از دست رفت. مثلا اینجا ببینید، ما در زمان T1 اومدیم یک خواندن رو داشتیم و یک مقداری ازش کم شده و یک خواندنی از X داشتیم و به X اونم 5 تا اضافه کرد. خب اومدیم روی X نوشتیم. چی رو نوشتیم؟ اومدیم گفتیم که 5 تا از X کم کن و مقدار X رو بنویس. حالا اومده یک Y رو خونده، اما اینجا میخواد X رو بنویسه. اینجا که میخواد X رو بنویسه، T2 آیا این رو در نظر گرفته که قبلا توی زمان T3 یک نوشتنی انجام گرفته؟ مسلما نه. و اون X که داشته و این X مقدارش گرفته و در نتیجه x به اضافه 5 رو اینجا می نویسه و این x که در زمان T3 نوشته شده در نظر گرفته نمیشه برای T2 و در نتیجه اجرای این تراکنش این میشه که مقادیر به دست اومده در حالت ناسازگار قرار میگیره. یه مفهوم دیگه مشکل به هنگام سازی موقت یا temporary update هست. اگر به این مثال توجه بکنید،
این موقعی ایجاد میشه که یک خوندنی انجام میشه و خوندن مربوط به یک داده نادرست باشه. به عنوان مثال، مثلا ما تراکنش T1 رو اگر داشته باشیم، مثلا یک X رو اومده خونده، تغییر X رو داده و اومده X رو نوشته تو حافظه، بعد یعنی توی بانک اطلاعاتی اومده X رو نوشته، توی زمان T2 اومده یک خوندنی برای X انجام داده. و خب حالا این خوندن X یعنی چی؟ یعنی اون تغییری که T1 روی X ایجاد کرد رو اومده اینجا خونده. این اگر این 1000 بود میشه 1005، 1005 نوشته میشه و T2 میاد 1005 رو میخونه. اما وقتی که اومده اینو خونده و کاراشو ادامه داده، اینجا توی T3 یک خطایی رخ میده. وقتی خطا رخ میده، خب سیستم تراکنش T1 فیل میشه، رول بک میشه، برمیگرده رو حالت قبل از بودنش. خب این برمیگرده رو حالت قبل از بودنش، اما تراکنش T2 اومده یک داده‌ای که اشتباه بوده و به صورت موقت بوده رو اینجا خونده و در نتیجه باعث شده که سیستم به حالت ناسازگار بره و داده‌ای که داره داده کثیف یا dirty data باشه. در این حالت ما باید توجه بکنیم که حتما باید خوندن‌ها از داده‌های انجام بشه که حتما از قبل کمیت انجام شده براش. در مشکل تحلیل ناسازگار اگر دقت بکنه توی این مثال، مثلا یک متغیر سامی رو داریم که اومده داده دیسا رو خونده، یه تغییراتی روی سام ایجاد کرده، بعد توی تراکنش T1 داده D1 رو خونده، یک تغییری تو D1 ایجاد کرده و D1 رو نوشته. در زمان T3 میاد و D1 رو میخونه. خب بعد که D1 رو خوند، یک تغییر توی D1 توی سام ایجاد میکنه و بعد میخواد بیاد D2 رو بخونه. خب اینجا ما مشکل تحلیل ناسازگار داریم. یعنی چه؟ یعنی این که داره D2 رو میخونه که بعداً قراره توسط T1 نوشته بشه و تغییر داده بشه. و در چنین شرایطی ما میگیم که این مقدار سام مقدار درستی نخواهد بود، چرا که در حالت سریالایز T2 و T1 نتایج مختلفی رو برای سام رقم خواهند زد. یعنی اگر اول T1 اجرا بشه بعد T2 و یا اول T2 اجرا بشه بعد T1 و یا در حالت اینترلیو بخوان این دستورات اجرا بشن، این نتایج مختلفی رو داریم. در نتیجه این اینترلیو بودنشون در حالت سازگار نتایج رو نمیبره و مشکل تحلیل ناسازگار رو داره. یعنی مقدار سام در نتیجه ای که توی T4 ما نوشتن D2 رو داریم نتیجه متفاوتی رو داره زمانی که اگر این بیاد رو T3 اجرا بشه و این بیاد تو T4 اجرا بشه و این باعث میشه که ما یک تحلیل ناسازگار رو داشته باشیم و نتایجی که به دست میاریم نتایج نادرستی باشه. مفهوم بعدی مفهوم مشکل خواندن تکرار نشدنی. خواندن تکرار نشدنی مال زمانهایی هستش که مثلا یک تراکنش خیلی کوچیکه، سریع خونده میشه و کمیت میشه و کارش تموم میشه. اما اینجا شما اگر دقت بکنید، قبل از اینکه بخواد T2 شروع بشه، T1 اومده یک X رو خونده، مجدد میخواد همون X رو بخونه بعد از اینکه این کمیت شد. چون اینجا کمیت شده، X مقدارش تغییر کرده، میبینید دیگه با 20 جمع شد. چون مقدار X تغییر کرده و کمیت شده، مقدار X و اینجا هم X نوشته شده، مقدار X نوشته شده، در نتیجه دیگه این از دست رفته و مشکل خواندن تکرار نشدنی در این شرایط به وجود میاد. و در این شرایط اگر ما بخوایم T1 و T2 رو با این حالت به صورت همروان اجرا بکنیم، مسلما سیستم فاگ دادمو به صورت ناسازگار اجرا خواهد شد و در وضعیت ناسازگار قرار خواهد گرفت. همونطوری که توی اسلاید قبلی دیدیم، اگه از اجرای همروند تراکنش ها استفاده بکنیم، بعضی مواقع ممکنه مثلا به یه سری مشکلات بخوریم، مثلا به داده ناجور بخوریم، dirty data داشته باشیم و یا خواندن تکرار نشدنی داشته باشیم و غیره.
برای اینکه این مشکلات رو نداشته باشیم، ما باید طرحی رو ایجاد بکنیم برای توالی پذیری و یک تعریفی برای زمانبندی توالی پذیر یا پی در پی پذیر داشته باشیم. در نتیجه چون که در نتیجه توالی پذیری هستش که ما میگیم که این سیستم پایگاه داده ما، این سیستم بانک اطلاعاتی ما همیشه در وضعیت سازگار هست و جامعیت داره. طرح توالی پذیر چیه؟ مثلا ما اگر فرض کنیم که انتا تراکنش داریم و یک زمانبندی همروند برای اونها در نظر گرفتیم، باید این زمانبندی همروند متناسب با زمانبندی اجرای متوالی انتا تراکنش باشه، یعنی چه در حالت اینترلیف باشن تراکنش و چه به صورت متوالی اجرا بشن، باید ما نتیجه یکسانی رو داشته باشیم. و اگر ما یک نتیجه یکسانی رو داشته باشیم، میگیم که این زمانبندی ما توالی پذیر هست و در طرح توالی پذیر قرار داره. خب ما پس برای اینکه بخوایم مطمئن بشیم که پایگاه داده ما جامعیت داره، باید حتما توالی پذیری زمانبندی ها رو در نظر داشته باشیم. مثالی رو که برای طرح توالی پذیری میتونیم داشته باشیم تراکنش های T7 و T8 هست. به عنوان مثال یه تراکنش T7 داریم، تراکنش T8 داریم. حالا میخوایم بگیم که آیا T7 و T8 توی وضعیت توالی پذیر هستن یا نه؟ اگر بگیم که اول توی سریالایز اول، یعنی توالی پذیری اول، بگیم که اول T7 اجرا میشه بعد T8، یا اینکه نه بگیم که توی سریال دوم بگیم که اول T8 اجرا میشه بعد تراکنش T7 اجرا میشه. خب پس ما حالا بسته به اون نیازی که وجود داره اینکه کدوم تراکنش زودتر انجام بشه، باید به نتیجه برسیم که به یکی از این دوتا رسیده باشیم. در غیر این صورت اون زمانبندی همروند توالی پذیر نیست. الان مثلا ما این رو در نظر بگیریم، مثلا T7 به این صورت داره اجرا میشه. T7 اومده یه قسمتش اول اجرا شده، بعد T8 اجرا شده، بعد دوباره T7 اجرا شده و بعد T8 اجرا شده. آیا این حالت توالی پذیر هست یا نه؟ این میتونه سوالی باشه که ما میخوایم اینو بررسیش بکنیم. خب چطوری میتونیم بررسی بکنیم؟ باید ببینیم که آیا من میتونم این تراکنش T7 رو به شکل متوالی در نظر بگیرم. خب یعنی چی؟ یعنی اول T7 اجرا بشه بعد T8 اجرا بشه، یعنی این زمانبندی S معادل زمانبندی S1 باشه. آیا معادل این هست یا نه؟ اگر معادل اون بود، نتیجه این هستش که S هم توالی پذیر هست. حالا میخوایم بررسی بکنیم، فرض کنیم که این ROY میخواد بیاد اینجا و بعد از T7 قرار بگیره، آیا میتونه؟ ROY خوندن Y هست ولی اینجا نوشتن X هست، پس میتونه این با این جا به جا بشه، پس مشکلی نداره، پس میتونه ROY بیاد بالای WX قرار بگیره. این که مهم نیست، ROY هست و تمپ این هم مهم نیست و ROY هست دو ایکس، پس ROY میتونه بیاد بعد از WX نوشته بشه. آیا WY هم میتونه اتفاق براش بیفته؟ خب ما این دو تا دستور رو میبینیم، read X و write X. آیا WX با این دوتا تداخلی داره؟ نه، این داره X رو میخونه، این داره Y رو مینویسه، این داره X رو مینویسه، این داره Y رو مینویسه، پس این دوتا هم با همدیگه تداخل ندارن و در نتیجه این سه تا دستور رو ما میتونیم دقیقا پشت بند این دستورات بیاریم و این یعنی اول T7 اجرا بشه بعد T8 اجرا شده و در نتیجه ما میگیم که این سریالایز، این سری زمانی که برای زمانبندی S3 در نظر گرفتیم توالی پذیر هست. به طور کلی ما سه نوع زمانبندی توالی پذیر داریم. زمانبندی توالی پذیر نتیجه‌ای یعنی چی؟ نتیجه یعنی که ما اگه بخوایم یک زمانبندی همروند رو با یک زمانبندی متوالی مقایسه بکنیم، اگر جفتشون یک نتیجه رو داشته باشن، ما میگیم که در نتیجه این توالی پذیر به شکل نتیجه‌ای هست. توالی پذیر تعارضی مال مواقعی هستش که ما بگیم یک زمانبند داره اجرا میشه به صورت متوالی، اما بعضی دستورات با همدیگه حالت تعارضی دارن، یعنی مثلا میخواد برای T1
یک ایکسی خونده بشه، ولی برای تی دو هم میخواد یه ایکسی نوشته بشه. اینا به صورت تعارضی با هم دیگه وجود دارن. حالا ما اگر بخوایم این توالی پذیری که تعارضی هست رو باید ببینیم که آیا میتونیم زمان بندیش رو طوری در نظر بگیریم که توالی پذیر باشن، این هم روند رو میتونیم طوری در نظر بگیریم که به شکل متوالی هم اجرا بشه یا نه، آیا توالی پذیر هست یا نه. توی نمایه یعنی اینکه ما بخوایم به ظاهرش در نظر بگیریم آیا در ظاهر این اتفاق میفته یا نه. به عنوان مثال اگر تی 7 و تی 8 رو داشته باشیم توی زمان بندی توالی پذیر تعارضی، خب میخوایم اینو الان بررسی بکنیم که آیا توالی پذیر هست یا نه، آیا توالی پذیر تعارضی هست یا نه. فرض کنیم که اینو بخوایم یک کم خلاصش بکنیم، این دستورات رو در نظر نگیریم و فقط رید و رایت ها رو در نظر بگیریم، به این شکل است. آیا این رید بی میتونه بیاد بعد از رایت ای اجرا بشه؟ آیا این رایت بی میتونه بیاد بعد از این اجرا بشه؟ من میگم میتونه، چون این نوشتن و خواندن B هست و این هم نوشتن و خواندن A هست. در نتیجه میتونه اول T1 اجرا بشه بعد T2 اجرا بشه و این هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن و در نتیجه توالی پذیر هستند. اگر دقت بکنید داریم به ترتیب اینها رو جابجا میکنیم و در نتیجه میبینیم که زمان بندیمون توالی پذیر تعارضی هست. اما اگر یکی از اینها A بود، مثلا رایت A داشتیم اینجا، دیگه نمیتونست جابجا بشه و در نتیجه توالی پذیر نبود. توی زمانبندی تعارضی اگر اینو ببینید مشاهده میکنید که مثلا میخواد کیو رو بخونه، بعد تی 4 میخواد کیو رو بنویسه، بعد از اون طرف تی 3 میخواد کیو رو باز بنویسه. خب نمیتونه تی 4 بعد از تی 3 اجرا بشه و همینطور نمیتونه تی 4 قبل از تی 3 اجرا بشه و این باعث میشه که ما یک تعارضی برای خوندن و نوشتن کیو داریم و در نتیجه میگیم که این زمان بندی به صورت توالی پذیر نیستش. یک آزمونی که برای توالی پذیری میشه در نظر گرفت استفاده از گراف تقدم هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا میگیم که اومده A رو نوشته. اگر دقت بکنید اینجا میگیم که A رو نوشته و بعدش اومده این A رو نوشته و A رو خونده. خب اینجا پس چون که رایت A و رید A با هم دیگه تعارض دارن و رایت B و رید B برای دو تا تراکنش با هم دیگه تعارض دارن و اول T1 اجرا شده بعد T2، میگیم که از T1 به T2 میریم. آیا از T2 به T1 هم میریم؟ آیا دستوری از T2 هستش که بخواد قبل از T1 اجرا شده باشه؟ نه، T1 تموم شده، کمیت شده اینجا و بعدش T2 شروع شد. در نتیجه اگر ما اینجا دور نداشته باشیم و نتیجه این گراف ما به شکل بدون دور باشه، یعنی ما تعارض نداریم و توالی پذیر هست. ولی اگه دور داشته باشیم یعنی توالی پذیر نیست. به چه صورتی رو در نظر میگیریم؟ زمانی که مثلا ما از یک رایت A داریم و یک رایت B داریم و این ور رید A داریم و رید A با رایت A در تعارض هست، پس میگیم که از T1 برو به T2. از سمت دیگه ما اینجا باز رایت A داریم، خب رایت A هم اینجا با رایت A در تعارضه، درنش باز میگیم که از T1 برو به T2. اینا همشون یک طرف هست و در نتیجه توالی پذیر هستشین. حالا این رو در نظر بگیریم، این هم به این صورته، از T2 شروع شده و بعدش T1 انجام میشه و این دستورات تعارضی که وجود داره، یعنی رایت A و رید A، همشون این هستش که اول T2 هست بعد T1. پس این فلش به این صورت کشیده میشه، اول رایت B داریم بعد رید B داریم بعد رایت B داریم، در نشه همه چیز از T2 به سمت T1 میره و یک طرفه هست و دور هم نداره. حالا اگر این رو در نظر بگیریم که به صورت هم روند انجام شده، میبینیم که رید A داریم و اینجا خب ریدها خوندنها که با هم دیگه تعارض ندارن، اما اینجا یه دونه نوشتن A داریم که با این خوندن A در تعارض، پس از T1 به T2 داریم. حالا دیگه اگر از T2 هم به T1 داشته باشیم، یعنی اینکه این توالی پذیر نیست. خب حالا بریم این سمت، ما یه دونه نوشتن A داریم و یه خوندن B داریم. اینجا میبینید که نوشتن A بعد از این نوشتن هست، یعنی از T2 به T1 هم داریم، در نتیجه هم از 1 به 2 داریم هم از 2 به 1 داریم. چون از 1 به 2 داریم و از 2 به 1 هم داریم، اینجا دور داریم، در نتیجه
این دور باعث شده که و به ما میگه که این زمان بندی برای T1 و T2 توالی پذیر نیستش. ما برای اینکه حالا توی این توالی پذیری مشخص بکنیم که کدوم تراکنش در اولویت هست، اگه اینجا رو دقت بکنید ما اینجا نمیتونیم بگیم که کدوم تراکنش در اولویت هست و ترتیب تراکنش ها رو نمیدونیم. چی هست که برای این کار از مرتب سازی توپولوژیکال استفاده میکنیم. مثلا میگیم که اگر تی آی باشه خب تی آی اول انجام میشه، اما بین تی جی و تی کا حالت های مختلفی رو داریم تا بخوایم مشخص بکنیم تو زمان بندیمون بعد از تی آی کدوم تراکنش اجرا میشه. میتونیم هم این حالت رو در نظر بگیریم هم این حالت رو در نظر بگیریم و این هم به مرتب سازی توپولوژیکال مربوط میشه.